سال گذشته یعنی 2014 اقتصاد استرالیا یک سال پر تب و تابی رو تجربه کرد که در مجموع میشه گفت خیلی پر رونق بود و با افزایش قیمت تقریبا هر آن چیزی که میتونست وجود داشته باشه به اتمام رسید. البته اگر اقتصاد رو به یک بازی تنابکشی تشبیه کنیم و یک سر تناب مصرف کننده نهایی یا مردم عادی قرار داشته باشن و سر دیگه تولید کنندگان و سرمایه گذاران، متاسفانه بسته به اینکه در کدوم سر تناب ایستاده باشید، این رونق و تب و تابی که در سال گذشته تجربه کردیم میتونه معنای کاملا متفاوتی براتون داشته باشه. من میلاد صابری هستم، مشاور مالی از شرکت پارس فایننس. در خدمتتون هستیم با یک گزارش کوتاه از چشمانداز اقتصادی سال 2015 و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سال جاری. همونطور که احتمالاً می‌دونید از اواخر پارسال افت ارزش دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا و همچنین کاهش شدید قیمت منابع طبیعی یا اصطلاحاً کامادیتیز از جمله نفت و فلزات معدنی باعث کاهش بهره‌وری سکتور ریسورس و ماینینگ که قسمت بزرگی از چرخ اقتصادی این مملکت رو تشکیل میده شده. از طرف کشورهای آسیایی و مشخصاً چین هم به عنوان عمده‌ترین خریدار منابع معدنی ما در استرالیا امسال کمی آهسته‌تر و با احتیاط‌تر دارن عمل می‌کنن و همین خاطر به نظر میرسه سکتور ریسورس منابع طبیعی یا معدنی از جذابیتی که پارسال برخوردار بوده دیگه بهره‌مند نباشه امسال. در سکتور بانکینگ و فایننس به خاطر عملکرد فوق‌العاده بازار ملک و سهام در یکی دو سال گذشته سودهای هنگفتی وجود داشته. مشخصاً بانک‌های بزرگ از رشد ارزش سهام خیلی خوبی بهره بردن. باید دید اگر همچنان سودآور باشن امسال و مورد علاقه سرمایه گذاران باشن، این رونق در این سکتور ممکنه ادامه پیدا کنه، هرچند بعضی از بانک ها به نظر میرسه یکم اوور ولیو و بیش از حد گرون قیمت شده سهامشون و ممکنه که بازار تا حدی اندکی واکنش یا کورکشن نشون بده نسبت به تعدیل این قیمت ها، ولی در کل سکتور فایننس و بانکینگ خیلی خوب عمل کرده. بیزنس های آنلاین امسال به نظر پر رونق‌تر از همیشه میرسن. همچنین وضعیت صنعت ریتیل یا فروش کالاهای اساسی مثل خوراک، پوشاک و خواربار به خاطر رشد جمعیت و از طرفی کاهش قیمت سوخت و به تبع اون کاهش قیمت حمل و نقل در سال 2015 احتمالاً سال خیلی خوبی رو تجربه خواهند کرد، خصوصا اینکه با افزایش حجم نقدینگی و قدرت خریدی که از پارسال به امسال منتقل شده، حجم خرید کالاهای مصرفی توسط مصرف کننده پیش بینی میشه که امسال افزایش پیدا کنه و ریتیلرها یا فروشندگان این کالاها اولین کسانی هستند که از این قضیه منتفع خواهند شد. شرکت های بین‌المللی خصوصا شرکت های بزرگ امریکایی ظاهرا در حال بازیابی قوای خودشون هستند که با افزایش ارزش دلار امریکا هم توأم شده و احتمالا این وضعیت همچنان ادامه داشته باشه در طول سال 2015. بنابراین سهام بعضی از شرکت های بین‌المللی گزینه خیلی خوب میتونه باشه. بازار ملک همونطور که عرض کردم به خصوص در سیدنی، ملبورن و بریزبن در یکی دو سال گذشته به شدت خوب عمل کرده، حتی کمی بیش از حد توان مالی اقشار متوسط رشد کرده. به همین دلیل به نظر میرسه در سال 2015 به خوبی پارسال نباشه. بعضی از اقتصاددان معتقدن که حتی ممکنه یک افت کوچیک موقت در بعضی مناطق داشته باشیم، ولی در مجموع به نظر میرسه یک رشد آهسته و ملایمی رو داشته باشیم در بازار ملک، ولی قطعا نه به شدت پارسال. و در آخر همونطور که معمولا فلزات گرانبها مثل طلا و نقره برعکس منابع طبیعی و کامودیتیز عمل میکنند، کاملا در حال افزایش قیمت هستند، ولی طبیعتا به خاطر طبیعت بازارشون نوسان زیادی هم دارند و خواهند داشت. همچنین امیدوارم که این چشمانداز خیلی کلی و خلاصه تا حدی مفید بوده باشه براتون. طبق معمول اگر در زمینه سرمایه گذاری، خرید مسکن، سهام یا تأسیس بیزینس در استرالیا سوالی دارید میتونید با ما تماس بگیرید. اگر هم بعضن لغات تخصصی یا مفاهیم پایه یا رابطه بین این گزینه‌های سرمایه گذاری و سکتورهای مختلف اقتصاد رو متوجه نمیشید، یک کتابی جدیدن منتشر کردیم به نام 7 راز طلایی ثروت که پیشنهاد میکنم نسخه پی دی افش رو از قسمت فروشگاه آنلاین وبسایت ما تهیه بفرمایید. مطالب مفید و اساسی رو در اون کتاب به زبان شیرین فارسی توضیح دادیم، از جمله همین مبحث سرمایه گذاری و معیارهای سنجش سرمایه گذاری های مختلف رو. www.parsfinance.com.au و تلفن 1300
720-575 تلفن تماس ما هست. به صفحه فیسبوک ما و کانال یوتیوب ما هم یه سری بزنید، کلی اطلاعات و ویدیوهای جالب و آموزنده در مورد مسائل مالی، مالیات، بیمه، سرمایه گذاری، خرید مسکن و بیزینس و غیره اونجا پیدا خواهید کرد که مطمئن هستم برای خیلی ها مفید خواهد بود. در خدمتتون هستیم و به امید دیدار.